پدر رو چجوری به یاد میارید در اون کشاکش درگیری های انقلاب و خروج از ایران؟ روی او چطوری بود؟ کسی که انقدر کشورش رو دوست داشت و همه چیز رو گذاشت برای کشورش، کاملا یه جای شکسته شده وقتی که این اتفاق افتاد و هنوز ادامه ده 33 سال بعد. پدر آرزوش چیه؟ آرزوی هممون که انشالله یه روز برگردیم و انقدر مردمی که تو کشور هستن 33 سال زجر کشیدن، زجر اونا تموم بشه، ما هم اگه بتونیم برگردیم خیلی چیز فوق‌العاده میشه. یعنی به این آرزو زنده است؟ کاملا. ما هر سال عید که میشه میگیم سال دیگه عید در ایران. اعضای خانواده، یعنی مؤمنانه پدر به این معتقده که بالاخره سال عید نوروزی میرسه که این نوروز رو در ایران جشن میگیره. حتما. خب چجوری زندگی رو دوباره ساختین؟ چویسی نبود، یعنی آدم سلامتش رو اگه داشته باشه مجبور خودشو دیگه جمع جور کنه و پدر مادر برای بچه ها، بچه هم برای که فقط جلو رو میتونن نگاه کنن، آدم یه پا میذاره جلو یه پای دیگه، یه روز سختره، روز بعدش یکم آسونتره، یه جوری بالاخره خودشو دوباره از سر یه زندگی تازه برای خودش درست میکنه. شما آبسترز سبک نقاشی است که انتخاب کردید و در یکی از این تابلوها و توضیحی که میدادید دوباره سازی زندگی رو تصویر میدید، تصویر میکنید. آیا این ناشی از همه اون سختی ها نیست، مرارت ها نیست که این سبک رو انتخاب کردید که تلاش خودتون رو برای دوباره ساختن نشون بدید؟ ممکن در این باره توضیح بدید؟ از یا خیلی حرف میزنن درباره خودشون، درباره زندگیشون، خوبی و بدی، بعضیا شعر می نویسن. من حرف زدم و از طریق نقاشی، چیزایی که حس میکنم و از طریق نقاشی نشون میدم و برام خیلی مهم بود که بتونم داستان خودم و داستان فامیلم و داستان کسایی که دوست دارم و کسایی که نمیشناسم ولی ایرانی هستن از طریق نقاشیم نشون بدم. کسایی که زندگیشون کاملا تیکه پاره شده، پراکنده شده ولی تونستن قوتشو داشتن که بتونن یه جوری برای خودشون یه زندگی تازه بسازن و زندگی تازهشون با اینکه خیلی هم سختی دیدن، دشواری دیدن، یه چیز پوزیتیو ازش در بیاد، یه قصه تازه، یه تابلوی زیبا ازش در بیاد. بنابراین بر این اساس شما خود به خود این سبک افتاد تو دامنتون، نیست اینطور؟ کاملا. سبکی که شد که شما با این ترتیب تونستید آثار هنری خودتون رو نشون بدید. چند تا نمایشگاه تا حالا داشتید؟ نشمردم هیچ وقت. یه چند تا توی آمریکا و اروپا داشتم تا بال. لس آنجلس هم این دفعه برای اولین دفعه لس آنجلس. خب نقاشی شده حرفتون؟ بله. متوجه میشید وقتی میپرسم حرفتون یعنی چی؟ پروفشن. آره، یعنی از این راه نون میخورید؟ نون نمیخورم ولی کاریه که از صبح تا شب میکنم. از صبح تا شب عشقتونه در واقع، باش زندگی میکنی، نیست اینطور؟ چون من بلافاصله برام میپرسش مطرح میشد که با نقاشی، نقاشی آبستره، شما چجوری میتونید زندگی خودتون تعمیم بکنید؟ با سختی. یه چیزایی رو که مثلا قبلا میتونستم بکنم وقتی که کار داشتم و هر ماه یه چک می اومد، یه کارایی یه چیز اجازه‌ای به خودم می داشتم که الان نمیتونم ولی چویسمه، یعنی حاضرم یه سکریفیس هایی بکنم برای که بتونم تا اونجایی که میتونم نقاش بمونم. او مجبورید به خاطر اینکه نقاش بمونید از بسیاری چیزهایی که به طور عادی در زندگی باید بهش بپردازید صرف نظر بکنید و این کارو با خوشحالی انجام میدین؟ فعلا آره. چند تا کار در دست تهیه داری؟ اقلا نمیدونم 60-70 تا هنوز برام مونده. مونده برات. استقبال از نمایشگاهاتون چطوره؟ البته آدم فقط چیزای خوب و پیشنفه، نمیدونم، معمولا مثل که خوب خوبه تا اینجا که اومد. خانم قطبی،
من هر چقدر بخوام شما رو جدا بکنم از خانوادتون یه مقدار سخته. گفتید اومدید مثل همه خانواده های ایرانی به خارج از کشور، پدر در واقع تو هم رفته، در هم شکسته، بعد از این همه خدمت که به کشورش کرده حالا باید چمدوناشو برداره و از کشور خارج بشه. بچه هاشو دست بگیره، بچه 9 ساله و چند ساله؟ 6 ساله؟ 2 سال و نیمه. در ساختن دوباره زندگی خانواده قطبی مادرتون چه نقشی داشت؟ مادرم مواظب بود که بچه‌های خوب در بیان، بچه‌هایی که افتخار دارن از اینکه ایرانی هستن، بچه‌هایی که شکسته نباشن، بچه‌هایی که سلامت باشن، بچه‌هایی که سرشون رو بتونن رو خودشون نگه دارن و با افتخار بگن که ایرانی هستن، و بچه‌هایی که یادشون نره با اینکه خیلی بچه بودن فارسیشون یادشون نره، زبون فارسی بخونن، عشق به کشور رو نگه دارن. شما با سربلندی خودتون ایرانی میدونید؟ کاملا. تبعه کجا هستید؟ یعنی سیتیزن کجا هستید؟ تبعه آلمانی؟ نه، الان رزیدنت آلمان هستم ولی کاغذام آمریکایی. کاغذاتون آمریکایی؟ قلبم هم ایرانیه. اون مهمه. قلب ایرانی، کاغذ آمریکایی. و هر روز، هر سال نو، نوروز، به نوروز بعدی فکر میکنید که احتمالاً در ایران خواهید بود؟ انشالله. واقعاً به این فکر میکنید؟ کاملا. دادم باید فکر کنه اگه ما از الان چی بگم کوشش نکنیم و فکر نکنیم که اوضاع بهتر میشه، حیف بر این که آدم های تو کشور فکر کنید چی فکر میکنن. باید حتما فکر کنیم که همیشه میتونه بهتر بشه، اوضاع که همیشه میتونه بهتر بشه، مخصوصا الان خیلی مردم دارن زرش میکشن. شما فکر میکنید که به عنوان شما نسل فرزندان ما هستید، شما فکر میکنید که چیکار میشه کرد نسل شما و جوانتر از شما؟ شما چیکار میتونید بکنید؟ مدلایی که پدرتون رفته به عنوان یک رجل سیاسی به نام ایران و مدلایی که ماها رفتیم در یه سطوح دیگه ظاهرا تا حالا کار نکرده، شماها فکر میکنید چی کار میشه کرد برای اینکه کمک کرد به مردم کشور؟ هیچ وقت فکر کردید بهش؟ فکر کردم ولی اگر سولوشنشو پیدا کرده بودم اینجا نشسته بودم، میرفتم برمیگشتم تو کشور، سعی میکردم یه کمک بکنم به مردم. کاری که ما میتونیم بکنیم اینی که توضیح بدیم، سعی کنیم یه جوری انفورمیشن بدیم به کسایی که تو ایران هستن که بدونن که چه دروغایی برشون میشنون توی تلویزیونهای خودشون، و چیزی که مهمه اینه که ما سعی کنیم رابطمون رو با کشور نگه داریم. خیلی ایرانی ها متاسفانه، خودم هم فارسیم خیلی خوب نیست، زبونشون رو گم کردن، بچه هاشون رو اسم فارسی دیگه بهشون نمیدن، اون خیلی حیفه. سعی کنیم که هممون وابستگیمون رو به کشور نگه داریم، هم برای خودمون هم برای کسایی که موندن توی ایران. تو خونتون، توی زندگی شخصیتون با شوهرتون، خونه بیشتر ایرانیه یا نروژی و سوئدی؟ شوهرتون مثل اینکه نروژی یا سوئدی هستن. هر دوتا. چه جوریه ترکیب خونه؟ فضای فرهنگی، چه فضای فرهنگی حاکمه در داخل خونه شون؟ ما شوهرم با اینکه اسکاندیناوه، اتفاقا توی کشورهای میدل ایست خیلی زندگی کرده، اونجا بچگیشو داشته، مثلا موسیقی که گوش میکنیم هم فرنگی هم ایرانی، زبون، خب من زبون اونو بلد نیستم، اونم مال منو بلد نیست، مجبوریم هر دوتا انگلیسی زبون اینترنشنال، ولی از طریق غذا، از طریق قصه، از طریق کتاب، اینا همه سعی میکنم بیشتر بفهم، آشنایی کنم، آشنایی بدم بهش از ایران. و خیلی هم دوست داره، اتفاقا خیلی سوال میپرسه، خیلی دوست داره بخونه. شما سعی میکنید به شوهرتون بیشتر آشنایی بدید از فرهنگ و تمدن ایران، یا اوش در سعی میکنه شما رو با تمدن اسکاندیناوی آشنا بکنه؟ هر دوتا. It's a dialogue.
هر همدیگر رو بهتر بشناسیم، هر دو نفری که با هم هستن باید با هم دیگه سهیم بشن تجربیاتشون و دانش خودشون و اطلاعات خودشون، که هر دوتا آدم های یکی از زمینه هایی که معمولا یک خانواده ایرانی، یک خانواده مختلط ایرانی، به خصوص وقتی همسر خانواده یک زن هست و طرف شوهر یک خارجی هست، غیر ایرانی هست، این است که خانم ها سعی می کنند که از طریق سنت های ایرانی نفوذ فرهنگی خودشون رو در خانواده زیادتر بکنن. نوروز، سیزده بدره، بعد غذاهای ایرانی هست. شما هیچ وقت غذای ایرانی هم میپذید در داخل خونه؟ فسنجون خوشش و این در غذای مورد درخواست همسرتون هم هست؟ بله. عجیبه. ولی من در خانواده‌ای که هستم بیشتر بچه ها طرفدار قرمه سبزی هستن و ولی خب فسنجون سخت‌تره. فسنجون سخت‌تر یا قرمه سبزی؟ خان فکر میکنم قرمه سبزی سخت‌تره، فسنجون هم خوشمزه تره. به هر حال خیلی خوشحال شدم امشب با شما بودم. نقاشیتون هست، رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه و بدون تردید آزاده قطبی و سبکی که انتخاب کرده سبکی خواهد بود که روز به روز جامعه ایرانی و جامعه بین‌المللی اون رو بیشتر میشناسه و درک میکنه. ولی اون چه که امشب من رو به شما جلب کرد این فروتنی، تواضع و سادگی شماست که خیلی راحت میشه با شما ارتباط برقرار کرد. امیدوارم که در سفر بعدیتون و در نمایشگاه بعدیتون هم شما رو داشته باشم. همکاران من در شبکه اندیشه از نمایشگاه شما که روز شنبه برگزار شد فیلمی تهیه کردن که در این قسمت از مصاحبه با جلسه شما میبینیم و من با شما خداحافظی میکنم. براتون آرزوی سفر خوشی رو میکنم. کی برمیگردید؟ به یک شنبه برمیگردم. امیدوارم سفرتون بخیر. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به گزارش تلویزیون اندیشه از نمایشگاه نقاشی خانم آزاده قطبی نگاه میکنیم و برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.